سلام، یک ماه پیش من تصمیم گرفتم برم حافظیه. داخل این خیابون که میایم اولین جایی که میبینیم بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا هست که واقعا فضای غمگینی داره. اینا هاشش دارم با فلش نشونش میدم. بعد از اون به باغ جهان نما میرسیم که خب حالا بعد توضیحات کاملتری رو بعدن میگم. بعد از باغ جهان نما به کتابخونه اسناد ملی شیراز میرسیم که بهش میگن کتابخونه ملی، که خب شرط خاصی داره برای پذیرش، مثلا باید کارشناسی داشته باشی یا حالا یه سری چیزای دیگه. اینا هاشش. بعد از اون به چهارراه حافظیه میرسیم. چهارراه حافظیه هم سرش تالار حافظ هست که اغلب کنسرت ها اینا هاشش، مثل حالا کنسرت آقای بمانی که ما اسفند ماه رفتیم، اینجا برگزار میشد. روبروی تالار حافظ باغ ملیه. باغ ملی هم یه فضای پارک مانندی داره با درختای سبز قدیمی که فضای خیلی خاص و قشنگی داره. کنار حافظیه این خونه ها رو که میبینید مقبرهای خانوادگی هستن که حالا حتما بزرگان و قدیمی های شیراز اینجا دفن هستن. من اطلاعی ندارم از این جهت. ما نظرمون عوض شد، برگشتیم سمت باغ جهان نما. تنها قشنگیش همین آبنمای به اصطلاح توی مسیر بود که میرسیدیم به باغ. ورودی بلیتش 15,000 تومان بود. میتونم بگم که باغ جهان نما هیچ جذابیتی نداره، حالا حداقل برای من، شاید به خاطر فضای سبزی که تو کل شیراز هست. مثلا یه همچین چیزی که حالا درختای نارنج هست و یه چمن هست، حالا زیاد چیز جالبی نیست. تنها حسنش این درختای نارنج بود که به خاطر فروردین ماه پر از عطر بهار نارنج بود این قسمت، و یه آقایی هم با یه کیسه توی دستش داشت همه بهار نارنجا رو میکند که بره کیلویی 500,000 تومان بفروشه. این المانه خیلی قشنگ بود داخل باغ جهان نما و ما برگشتیم سمت حافظیه. حافظیه وقتی که شما وارد میشین این پله ها رو به روتونه. بلیتش توی اسفند ماه و قبلتر 5,000 تومان بود، توی سال جدید یعنی از فروردین ماه شد 30,000 تومان. نمیدونم شما تا حالا از کتاب شعر حافظ تفعل گرفتید یا نه، ولی واقعا دیوان حافظ یه دنیای خیلی خاصی داره. من واقعا اعتقاد دارم و خیلی وقتا تفعل زدم و نتیجه گرفتم. البته خب باید حتما یه حافظ خان حرفه‌ای شما داشته باشید که معنی ابیات رو متوجه بشه، که من همسرم واقعا توی شعرخوانی نفر اول هستم. این کتیبه‌ای که میبینید بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود، اینو حضرت حافظ گفته و من واقعا بهش اعتقاد دارم. خلاصه برای برگشتن هم من با اتوبوس اومدم خونه و با تاکسی. خیلی خوب بود، فضای جالبی بود، گفتم با شما به اشتراک بذارم همین.